با مهتاب حرف زدی؟ نه نرفتم. چرا؟ نمیتونم. من بهش چی بگم آخه؟ خودت برو دیگه یه سر. این بر تو اومده. کی فرستاده؟ آقای آشنا. آشنا؟ همون نویسندهه. نکنه اون منو لو داده. من نه اومدم بهت خوش آمد بگم، نه اومدم دعوتت کنم خونم، فقط اومدم ازت بخوام که جمع کنی واسه تو بری اینجا نمونی. رفته با مهتاب حرف زد. خواه هیچی بهش گفته باید بره. میره یعنی؟ نمیدونم. آقا میشه برگردیم؟ خانم مطمئنی؟ بله. دایی حمید اسمس داده بود که بهش زنگ بزنم. خب ازم خواست برم تهران. میگه مامانت افسرده است، تنهاست، چشبراته، یه سر بیا، یه مدت پیشش باش. گفتم اگه مامانم منو میخواست جواب تلفنامو میداد. گفتش بالاخره دیگه باید بیای دیگه، باید آشتی کنیم، یه وقت میشه. خب برو واقعا اگه میخوای بری. چند روز برو. خداحافظ محبت. سرخاله آقا چی میشه بیاد خونه تو؟ گفتم نمیشه. نمیشه. خواهر برادر آقا دو سه روز بده. آقا به تو چه ربطی داره اصلا؟ چی میگی تو؟ چرا اینجوری میکنی حالش؟ بدتون ندیدی شب؟ اگه نرسیده بودی باید جنازه‌ش جمع میکردیم. جام علی. آل دو خالو. چه عجب بالاخره اینجا یکی به من خوش آمد گفت. لیلا بهت نگفتم این نمیخواد ترک کنه؟ آخه آدمی که میخواد ترک کنه برای چی باید این همراهش باشه؟ هنوز که ترک نکرده که پسر خاله. اگه ترک کرده بود که دیشب بابا دلت خوشه. من مهتابو میشناسم، ترک نمیکنه. اینجوری که تو باهاش رفتار میکنی منم بودم ترک نمیکردم. یه ذره باش مهربونتر باش دیگه. چی میگی لیلا؟ چه فایده ای داره؟ الان کجاست؟ خونه ماست. من برم چیزی بهش بدم از حال نره. لیلا باید خواهش کنم مطمئن باش دیگه چیزی همراهش نباشی. باش. مهتا یه چیزی آوردم بخوری یکم جون بگیری. نمیخوام. این زن رضا کجاست؟ بهاره رفته تهران. از من فرار کرده؟ این چه حرفیه؟ فرار کرده چیه؟ بیچاره رفته مادرش سر بزنه. تو چه میدونی چه مشکلاتی دارن اینا؟ تو را خیلی هم خوب میدونه. گفت باباش مرده. فقط این نیست که مهتا، هزار جور گرفتاری دارن. بعد تو چرا فکر میکنی همه ما اینجا خوش و خرم داریم زندگی میکنیم؟ من یه همچی فکری نمیکنم. حوصله پند و اندرز و نصیحت هم ندارم لیلا خانم. تو راست میگی. فقط میدونی خندم میگیره. خندم میگیره از اینکه رضا حتی یک بارم سراغ منو نگرفت. انگار نه انگار که من خواهرشم. با اینکه این بابای مرده بود یک بارم با هم تماس نگرفت. دیگه خدا شکر این که نبود که بهش بگه خواهرت خطرناک، جیزه، باش معاشرت نکن. رضا به این حرفا کار نداره که. اونم مثل توی دیگه به حرف هیچ که گوش نمیده. فقط دست تو عصبانیه که حقم داره. آره همه حق دارن غیر از من. تو چرا انقدر از همه طلبکاری؟ تو خودت مگه برای بقیه چیکار کردی؟ تو این مدت حال کیو پرسیدی؟ اصلا شوهر من مرده دونه تسلیت به من گفتی؟ مهتاب خانم رضا اینجا رو با هزار جور بدبختی سر پادر نگه میداره. اگه چیزی با خودت داری وردار بریز بیرون. هرچی داشتم ازم گرفت. مهتاب
اینجا مسافر میره میاد، براش دردسر درست نکن. اگه یه چیزی داری بریز بیرون. نمیفهمی من چی میگم؟ نه میگم هر چی داشتم و ازم گرفت. کودن که نیستم هی حرفاتو تکرار میکنی. خواه من میرم ببر استراحت کن تو هم بابا. وایس یه دقیقه. رضا کجاست الان؟ بیرون. مثلا که چی؟ نمیاد تو خونه چون من اینجا؟ من نمیدونم. قصه نخور. چجوری قصه نخورم محبت؟ توانا بود حرف آنا بود. چی باشه 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 درد نکنه. رضا رضا برای اینکه من تو خونتم نمیای تو ها؟ به من واقعا دلم برای تنگ شده بود، دلم برای اینجا تنگ شده بود. از مینا چه خبر؟ هیچی، فرمرز نمیذاره من باش حرف بزنم. حتی دلم واقعا برای مینام تنگ شده. همون بهتر که پیش تو نباشه، ازت دور بشه. یعنی چی؟ تو هم که داری حرفای فرامرز میزنی که. آره اون بیچارم خیلی تحمل کرد. به خاطر همون بیچاره است که من الان وضعم اینجوریه. نه به خاطر اینه که تو جنبه پول نداشتی. چه چرت و پرت میگی رضا؟ تو اصلا چه میدونی به من چی گذشته؟ همون آقای فرامرز خود نذاشت من برم سر کارم، همون نذاشت من برم دنبال علاقه. ببین مهتاب، هر اتفاقی هم که افتاده باشه تو حق نداشتی به این حال و روز بیفتی. تو مادری مهتاب. خیلی خوب است، عوض میشم. من خودم عوض میشم، به خاطر مینا هم که شده عوض میشم. چقدر شنیدم این حرفا رو ازت. حالا ببین بهت ثابت میکنم. یه جوری ثابت میکنی؟ مثل دیشب اینقدر میکشی تو به حال مرگ بیفتی؟ دیشب تقصیر تو بود. کجاش تقصیر من بود؟ من اومدم همین اونجا، اونجا وایستادم، اومدم ازت خداحافظی کنم، دیدم بله آقای رضا خان برادر من برخوش قشنگش تولد رو انداخته، میگه میخنده، اصلا انگار ننگار که خواهرش تو چه وضعیتیه. اصلا من چرا باید ترک کنم وقتی هیچکی مهم نیستم تو این دنیا؟ میخواستی تولد منو زهر مارم کنی؟ نه. میخواستی اینقدر بکشی تو بمیری من عذاب وجدان بگیرم؟ من عذاب وجدان نمیگیرم مهتاب. به این دلیل خیالم راحته، به این خاطر که اصلا قاطی زندگی مزخرف تو نشدم. اینو بکن تو مغزت، اینو تصمیمات خودته. باشه به خود، من اصلا نمیخوام، نمیخواستم تو رو اذیت کنم، نمیخوام تو رو. چرا تو میخواستی اذیت کنی؟ تو فقط به فکر خودتی. نه. اگه اینقدر به فکر من بودی بلند نمیشدی بیای اینجا. رضا تو اصلا، تو اصلا میفهمی داری چی میگی؟ من تو این دنیای به این بزرگ اگه اینقدر تنها نبودم، اگه اینقدر بیکس نبودم، اگه دیوونه بودم که بیام اینجا زندگی تو رو به هم برسم. من فقط این مدت دارو خوردم. دیشب نمیدونم چی شد نتونستم تحمل کنم، برای همین خودم رو خفه کردم دیشب. بریم بهت قول میدم من فقط دیگه دارو بخورم، تو رو خدا. دکتر بهت داده داروها تو؟ آره. نه یعنی از
نه مهداد جان اینطوری نمیشه. این مسخره بازی ها رو بذار کنار. اگر میخوای درمانتو درست ادامه بدی باید وقت بگیریم بریم پیش دکتر، هر کاری که اون گفت بکنیم، اگر نه هر کاری دوست داری بکن. باش آش تو فقط نرو. باش هر چی تو بگی من همون کارو میکنم تو رو خدا. چجوری باور کنم آخه؟ ببین فرق میکنه این بار، فرق میکنه رضا. چرا باور نمیکنی؟ میگم فرق میکنه این بار. من بخوام یا چی شده؟ بیا عباد برای خانایه. سلام رضا. سلام. خوبی؟ رضا من میخوام نجمه ببرمش دکتر، ماشین رو یکی دو ساعت قرض میخواستم. آره حتما. نجمه خانم حالش خوبه؟ چی بگم، فکر خیال که میکنه میرزه به هم دیگه. عباس داره میری دکتر، پول همراهت هست؟ یه چیزایی دارم. ببین با من تعارف نکنی، یا لازم داشتی حتما بهم بگو. دمت گرم. از مهتاب خانم چه خبر؟ هیچی دیگه، آوردمش پیش خودم. رضا من دیروز عصبانی شدم، نبود اینجوری میفهمیدی. مهم نیست، بالاخره که باید میفهمیدم. آخه اونجوری هم دیگه خیلی بد شد، ببخشید. حالا دیگه چه فرقی میکنه؟ برو به کارت برس. من زود برمیگردم. سلام آقا. سلام. علیکم سلام. ماشاءالله وضعیت خوب شده ها، ماشین عوض میکنی؟ مال من نیست. ماشین آقا رضایی دیگه خریدی؟ نه خریدم، قرض گرفتم. حالا چرا پنهان میکنی؟ ما که بخیل نیستیم، پتر که چشم حسود، خدا بشترش کنه. راهچارشو به من یاد بده آقا. سلام. هنوز چی نشده سرکوفتای مردم شروع شد. بی خود کردن، نصف بیشترشون تو همون شرکت دارن کار میکنن. خب اینا که نمیدونن، اگه تو گردن بگیری میگن تو خلاف کردی. هر جون میخوام فکر بکنم چه خلافی؟ چهار تا دیگه چوب بوده دیگه، آدم نکشتم که. امروز احضاریه دادگاه اومد. کو؟ خونه است. کی بود برم دادگاه؟ نمیدونم، نخونه. عباس بچه ما قرار بینه مردم بزرگ بشه، من دلم نمیخواد کسی بهش حرف بزنه. عباس دوباره شروع نکن نجمه. من حتی نمیدونم جواب پدر مادرمو چی بدم، جواب مردمو چی بدم. ما که نباید جواب عالم آدم بدیم که. همینقدر که من خودم میدونم بی تقصیرم کافیه. تو تقصیر نداری؟ عباس حالا که داری میریم شهر، بیا بریم بگردیم به وکیل پیدا کنیم. ما زمین که اونجا افتاده اونو بفروشیم، پول وکیل بدیم. آخه ما زمین داشته باشیم، آبرو نداشته باشیم، چه فایده ای داره؟ باشه عباس. حالا بریم دکتر تا ببینیم بعدن چی میشه. Thank you.
مسافر اومده؟ آره گذرین. میان استراحت میکنم میرن. بریم بعد چای بریزم چای بخور. میام داشتم اینجا رو نگاه میکردم. یادم افتاد بچه بودیم چرا اینجا بازی میکردیم. باورت نمیشه صدای خنده هم تو گوشم هنوز. و حیف بزرگ شدیم بی خود. کاششو دادم بچه بمونه نه؟ نه غمی نه غصه هیچی. غم و غصه مال آدم هست دیگه. آدم که همیشه کوچیک نیست. بزرگ میشه. بشین برای چای بیارم. لیلا جان. میگم میشه به فرامرز یه زنگی بزنی حال مینا رو بپرسی؟ جواب من نمیده. وای من زنگ بزنم؟ من مگه چند بار فرامرز دیدم؟ بعدا زنگ بزنم چی بگم آخه مطب؟ به رضا بگو. جرأت نمی کنم آخه. بذار رضایی که موضوعش آروم بشه. من خودم بهش میگم. فایده نداره. مطمئن نه. اینم چای. مهتاب میگم دخترت الان چند سالشه؟ مینا؟ آره 8 سالشه دوم دبستان. خیلی بمیرم. حامد تو چی؟ چند سالش شده؟ حامد من که دیگه سال دیگه دیپلم میگیره که بزرگ شده. چقدر زود گذشت. بچه دوباره ازدواج نگردی تو؟ بعدن بچه هم چی میشد؟ من تمام فکر ذکرم حامد من بود. باشه من ولی همه فکر و ذکرم بچه هم نیست. من مادر بدی هم آخه میدونی که. مطلب جان با منظور نداشتم. چرا دیگه دقیقا منظورت همین بود دیگه فهمیدم. من لال بشم اگه منظور من این بود. چرا مشخصا منظورت همینی که من میگم. مطلب من اصلا عادت ندارم رو زخم کسی نمک بپاشم. آره از بس که خوبی از بعد کارت تو اصلا همه تون کارتون درسته. فقط من این وسط بدم. من این وسط اشتباهیم. من که مادر بدیم. من مینا زن بدیم. برای فرامرز خواهر بدیم. برای رضا دختر بدی بودم. برای خبر باز در سر صدا میکنی که مسافر اینجا زشته. زشته که زشته. رضا همش داری راه میری برای من قانون وضع میکنی. این قانون اون قانون نمیخوام آقا جان. متا یادت باشه اینجا مال منم هست. درسته بابا منو انداخت بیرون از اینجا. درسته آقام کرد ولی اینجا مال منم هست. متا جان ول کن تو. اینجوری میخواد خوب بشه؟ هنو نعیمده داره سر صدا میکنه. تو هیچی بهش نگو دیگه. میبینی که حالش بده. خاله به بهار زنگ زدی؟ آره تلفنی باش حرف زد. حالش خوب بود؟ با مامانش اشتی کرده یا نه؟ تقریبا. میگم چون خوب شد بهار رفتا وگرنه مهتاب دیوانش کرده بود. ول الان که داره منو دیوونه میکنه. یه دونه اتاق بهش بده بره بمونه جلوی چشت نباشه دیگه. اتفاقا میخوام جلوی چشم باشه. پسر خاله میگم یه دونه زنگ به شوهر مهتاب میزنی حال بچه‌شو بپرسی. من از حال بچهش خبر نداره. گناه داره. خب زنگ بزنم چی بگم؟ اومدیم و 4 تا دریبری به من گفت. چیکار کنم؟ تو چه تقصیری داری که؟ باشه حالا بذار ببینم چی میشه. من میرم سر خاک تو خودت با این مسافرها حساب کتاب. باش. آقا رضا میگم مهتابم با خودت ببر. مهتاب بخواد بره خودش میره. با چی میشه مگه با خودت ببریش؟ خیلی خب حالا میرم بهش میگم. دست در نکن. بهترین سالهای زندگی من با قصه تو گذشت. تو فقط خودتو نابود نکردی. منم افسرده کردی. این چه داغی بود رو دل این بیچاره ها گذاشتی. وقتی دانشگاه قبول شدی بابا چقدر خوشحال شد. چقدر ذوق کرد. دلش خوش بود واسه خودت کسی میشی.
اما چی به روز خودت آوردی؟ حالا واقعا اگه میخوای ترک کنی بهشون قول بده، اگرم نه برو. من دیگه نمیتونم تحمل کنم 4 روز دلم خوش کنم بهت، بعدش تهش هیچی به هیچی. رضا چرا منو باور نمی کنی؟ آخه من واقعا این بار ترک میکنم. هنوزم تحت تاثیر حال دیشبتی بر این که تا قبل اینکه بریم دکتر فکراتو بکن به من خبر بده. دوباره خونه من برم ماشین رو پس بدم بیام. مواظب باش. یا باش. خداحافظ. خداحافظ. جون سلام. داشتم ماشین رو آوردم بهت بدم. دست درد نکنه. خواهش میکنم. سلام خانم. بشین برسونمه. مزاحمتون نباشه. نه بابا برو بشین بریم. ببخشید. زحمت سر را من جلوی مسجد ثمرخان اینا پیاده میکنی؟ برم یه نگاه بندازم ببینم چقدر کار داره. حالا که بیکارم حداقل یه سر سامونی به مسجد بدم. مگه کار اون مسجد تموم نشده هنوز؟ نه، ثمرخان سپرده به من. البته منم به فکرش بودم ولی وقت نداشتم دیگه. مهتاب خانم ببخشید، شما که غریبه نیستید، البته رضا در جریان هست. من یه مشکلی برام پیش اومده، چند وقت دیگه دادگاهی دارم، یعنی توی شرکت کار میکردم. ببین عباس آقا، من دیگه وکالت نمی کنم، بنابراین بی خود توضیح نده به من. نه میخواستم بپرسم که شما وکیل خوب و ارزون سراغ دارید؟ عباس جون همه وکیل خوب تو این شهر هست. وکیل کجا هست آخه رضا؟ مگه این شهر چقدر جمعیت داره؟ به یکی دو نفر گفتم پیچوندن منو. یکیشون که میگفت اصلا کسی تو این منطقه جرأت نداره با اون شرکت در بیفته. آدرس یه وکیل دیگه هم بهم دادن که ما یه دفعه میاد این طرفا، ولی خیلی گرونه میدونی. بازم اشکال نداره، من زمینا میفروشم پولشو بهش میدم، ولی میترسم ته تهش دوباره من محکوم بشم. مهتاب خانم شما آقاتون نمیتونه کار من رو بندازه؟ من آقا ندارم. به آقای آشنا زنگ نزدی؟ نه. زنگ میزدی شاید میتونست کارتو را بندازه. نمیدونم والا چی بگم. بیاین مسجد. دست درد نکنه. مزاحم شدم ببخشید. کاری چیز داشتی بگو حتما. باشه.
ببین عباس آقا، فقط یه چیز رو از من بشنو، وکیل خوب گرونه. بی خود وکیل ارزون نگیر، هم پولتو میریزی دور، هم کارات پیش نمیره. خدایا این چه سرنوشتی بود؟ مگه من چی میخواستم؟ یه کار، یه حقوق بخور و نمیر برای زن و بچه‌ام. ندونسته راه کج رفتم. خدایا نذار زن و بچه من به خاطر کارهای من بی‌آبرو بشن. راز منو بین مردم فاش نکن. آبروی منو نگه دار. شرمنده و سرفکنده خودت شدم، ولی تو میبخشی. اما منو جلوی مردم سرفکنده نکن. منو ببخش. هر کاری که کردم از سر نادونی و نداری بوده. کم تو غل هوله کارشان بی خوشانان که دایم در نمان. بچه ها کجا میرین؟ سلام آبا سقا. سلام. سلام. کجا میرفتی؟ میریم سر جاده. یه دقیقه بیاین. بیاین دیگه. بچه ها من میخوام این مسجد رو روبرو کنم. شما بزرگا وقت دارین بیان کمکم؟ از خجالتونم درمیاد. البته خودم که نه، یه پولی از سمرخاله پیشم هست برای بازسازی همین مسجد. حامد میدونه. چی میگی؟ عباس آقا شما دقیقا از ما چی میخواین؟ ما اصلا از پسش به نظرتون برمیام یا نه؟ آره بابا کاری نیستش که، یکم نقاشی و بنایی الان رفتم دیدم. آخه ما بعد از ظهر باید بریم سر جاده برای آقا رضاینا مسافر بیاریم. حامد جان دو سه روز کار بیشتر نیست. من با خودم با رضا حرف میزنم. اگه با آقا رضا صحبت کنید من میام. تو هم بیا دیگه. منم هستم اگه آقا رضا بگه. خب رضا با من قبول میکنه. پس فردا بعد از نهار همینجا میبینم تو. خوبه؟ شش. درد به سلام. خداحافظ. خداحافظ. حامد جان یه وقت مامان شاکی نشه. نه با ساقا من خودم باهاش حرف میزنم. فقط شما هم بهش بگید. منم بهش میگم. تو هم به بابات بگو. چش. بگو با عباس میخوایم به مسجد برسیم. چش میگم. ایشالله عباس آقا این مسجد که رو به راه شد خودم قول میدم بیام سه وقت اینجا اذان بدم. مگه بلدی؟ تو مدرسه هم اذان میگه. بله. جدا؟ بله. بگو. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله بردار تو خدا بردار فقط یه با بردار بگیره بردار
جواب نمیدی. آی دست مهتا، دسته چی شد؟ هیچی، رضا کارت داره. چی کار داره؟ نمیدونم. بهش گفتی به فرامرز زنگ بزنه؟ آره گفته. چی گفت؟ عکس العمل نشون نده. به خدا خیلی مسخره است. چه عجیبه، نمیفهمم. اگر رضا دایی مینا نیست چجوری دلش برای اون تنگ نمیشه؟ اصلا من بعد اون بچه که گناهی نکرده که چجوری دلش برای مینا نمیسوزه که این همه وقت از مامانش دور بوده؟ رضا خیالش جمعه دیگه مهتاب جان، میدونه پیش باباشه. یعنی چی خیالش جمعه؟ من منظوری نداشتم. یعنی چی خیالش جمعه؟ منظور چیه واقعا؟ چه عصبانی میشه؟ چی گفتم مگه؟ من عصبانی شدم؟ من عصبانی نشدم هنوز. عصبانی هستی دیگه، با عصبانیت که کارت پیش نمیره که مهتاب جان. تو چه میفهمی شرط من چیه؟ عقلت به اینجور چیزا نمیرسه که. نمیتونی خودتو بذاری جای من؟ بله من جای تو نیستم، برای اینکه کارایی که تو کردی و من نکردم. باشه، تو خوب، خانوم، فداکار، من بد، گناهکار، اشتباهی. حوصله تو رو من ندارم، برو ببین رضا تو رو چی کار داره. وای بله. چرا اینجا وایستادی توی سرما؟ شما تشریف رو به این داخل، من اینجا وای میستم. به کی زنگ زدی؟ فرامرز. خب هیچ، جوابمو نمیده اصلا. مهتاب. بله، باز میخوای دعوام کنی، بگی برای چی داد زدی، قانون اینجا اینجوری نیست، میخوای بیرونم کنی حتما. دستت چی شده؟ هیچی، درد گرفته یکم. مهتاب. بله. من به فرامرز زنگ زدم. واقعا؟ خب گفت مینا خونه مادر بزرگش، اجازه داد که تو زنگ بزنی باش حرف بزنی. چرا زودتر نمیگی پس؟ مهتاب لطفاً ازت خواهش میکنم به کسی جنگ و جدل نکنید. باشه. رضا، آقا رضا. من بچه میرم مسیر که هم کار میکنن، هم سباب داره، هم سرشون گرد میشه. خودم بودا سرشون باید میشن، شما خیلی راحت باشه دیگه. من حرفی ندارم عباس آقا، ولی حامد من درس مشقش میافته. فقط دوزه. باش. ممنون. من دیگه برم. یه چایی بخور. نه برم زمینمو چند جا بسپرم، شاید مشتری پیدا شه براش. زمین برای چی میخوای بفروشی الان؟ زمین به دردم نمیخوره که. فعلا با عزت. خداحافظ. سلامت. زمینو چه برای چی میخواد بفروشه پسر خاله؟ میگم میخواد وکیل بگیره. حالا چقدر گذشته؟ چه میدونم. مهتاب چش شده باز دوباره قاطی کرده. چه میدونم بابا، نمیشه بهش حرف زد. هر چی بهش میگم بهش برمیخوره. وای بابا، من نمی‌دونم که من چی کار کردم. چی
دردم بکه دیده پوشه دیده مادر دیده دیده نظر بابا من نمیخواد با چیز نینا شد. یه دونه قرص خورد گرفت خوابید. چی شده بود؟ نمیدونم هیچی نگفت فقط گریه کرد. مگه با مینا حرف نزده؟ چرا حرف زده ولی نمیدونم بهش چی گفته که اینقدر ناراحت شده. تحمل کن. چه جوری آخه محبت؟ چه مسئولیتی آخه؟ مادر کاش تو بودی، کاش من و مهتاب بچه بودیم، ما بازی میکردیم، تو زیر این درخت ها میشستی و بهمون نگاه میکردی، ما میخندیدیم و تو از خنده ما شاد میشد، ما زمین میخوردیم و تو میگفتی عیب نداره تا زمین نخورید بزرگ نمیشی. مادر جان کاش بودی، کاش بودی و بهم میگفتی چی کار کنم، بودی و میگفتی رضا سیا سوخته من صبر کن طاقت بیار، من میگفتم نمیتونم، تو میگفتی بیجا کردی باید وایسی و همه چیزو درست کنی، منم میگفتم تا تو هستی از من چه کاری برمیاد، تو میخندی. مادر چقدر بهت احتیاج دارم، چقدر دلتنگت. مادر امید من، ستون خونه، دلخوشم که هنوز همینجا باشی،
یه جایی همین اطراف وایستاده باشی و ما رو نگاه کنی، من و مهتاب. مادر، کاش مهتاب یک کم شبیه تو، کاش زندگیشو ویرون نمیکرد، کاش محکم بود، کاش هیچ وقت از پیش ما نرفت، کاش پاشو تو اون شهر بین اون آدما نذاشت، کاش جلوشو میگرفتی مادر، کاش نمیگفتی برو، برو خدا پشت و پناهت. مادر جان، نکنه از من ناراحت باشی، نکنه فکر کنی من مهتاب رو رها کردم. من هر کاری تونستم کردم، اما مهتاب مهتاب سابق نشد که نشد. دیگه نمیدونم باش چی کار کنم. میدونم اگه بودی میگفتی بالاخره یه راهی پیدا میشه. کاش بودی مادر، کاش بودی و بهمون کمک میکردی، کاش بودی و بهم امید میدادی. فقط تو میتونی منو از این وضع نجات بدی. قلبم و روحم سراسر آشوبه، فقط تو میتونی منو از این وضع عبور بدی. کاش بودی من، کاش بودی. آقای فیض، بفرمایید. من پایدار هستم، بزرگمهر پایدار. خوشبختم. همونی که زمین عمتون رو خرید. عمه؟ خالم. آه خالتون، بله میباشه. بله. مشکل پیش اومده؟ محبت جان برو شما. بفرم بشینید چای. خیلی ممنون، من چایی نمیخورم. یه دقیقه باتون کار داشتم. جان. میخواستم بگم که من در جریان مشکلاتی که شما اینجا دارین هستم. چه مشکلی؟ ما مشکلی نداریم اینجا. دیگه آبروداری نکنی، همه میدونن که شما اینجا با چند نفر مشکل داری. فکر میکنی برای چی ماشینتون رو دزدیدن؟ شما از کجا میدونی؟ به هر حال شهر کوچیکه و خبرها زود میشه. شما که اهل اینجایی باید بدونی این چیزا رو. بله، ولی اینا مشکلات منه، راجع به اینا اومدین حرف بزنی؟ نه، مادم بگم که اگر شما فروشنده ای، من کل اینجا رو میخرم. نه من بیهوده گرد کوچه و بازار میگردم،